فروهر، نگاره فروهر، آرنگ یا نشان یا آرم شاهنشاهان هخامنشی است که در بیشتر سنگ نوشته های دوران هخامنشیان یافت می شود و دارای برترین و عالی‌ترین فلسفه اخلاقی و زیباترین و بامعنی‌ترین آرنگ یا آرم است که در روزگار شاهنشاهی هخامنشیان و شاید در روزگاران پیش از هخامنشیان بر اساس فلسفه و اصول تعلیمات و آموزش‌های اشوزرتشت درست شده و بیشتر فلسفه‌های دین زرتشتی در آن نهفته است. واژه فروهر یا فروشی واژه است اوستایی که در زبان پهلوی فروهر آمده. بچمه پیشی افزاینده و نیروی پیشرفت دهنده، یعنی هر روز بیش از روز گذشته پیشرفت نمودن و گروهی معنی آن را نیروی پیشرفت دهنده و هدایت کننده تن و روان آدمی در گیتی و مینو می دانند. به باور ایرانیان باستان و زرتشتیان امروزی، فروهر ذره ای از پرتو بیکران اهورامزدا بوده که برای راهنمایی روان آدمی و رهبری او به سوی راستی و رسایی و جاودانی به تن اندر شده و پس از مرگ به همان اشویی و پاکی به اصل خود می پیوندد و هر کس از آغاز آفرینش تا رستاخیز دارای یک فروهر است. نگاره فروهر را همانند به پیکری نمودند که از سر تا سینه پیرمردی سال خورده را نشان می دهد که دو دست او به سوی بالا، به سوی جلو و بالا برافراشته شده و در یک دست چنبره یا حلقه دارد و دارای دو بال گشوده سه طبقه و دایره‌ای یا چنبری در میان کمر است. در زیر چنبره پایه دامن مانند سه طبقه قرار دارد. در زیر چنبره پایه دامن مانند سه طبقه قرار دارد و از دو سوی چنبره دو رشته نمودار می باشد. گزارش یا تعبیر هر یک چنین است. یک، پیرمرد نشان آن است که فروهر آدمی انسان را مانند پیرمردی جهان دیده و در کمال تجربت و دانایی و پختگی می خواهد. دو، دست راست برافراشته به بالا و جلو نشان توجه به اهورامزدای یکتا و با پیمودن راه راست از او پیروزی و کامیابی و یاری خواستن است. سه، چنبره یا حلقه در دست چپ نمایانگر عهد و پیمان و پایداری در آن است. چهار، بالهای گشاده دارای سه طبقه نشان آن است که انسان باید همیشه با اندیشه نیک، هومت، گفتار نیک، هوخت و کردار نیک، هوش به بالا به سوی پیشرفت بیشتر در پرواز باشد و هیچگاه سستی و زبونی و پستی به خود راه ندهد. پنج، چنبره میان کمر یا دایره نشان از زمانه بی پایان و سپهر بیکران است که انسان در میان آن جای گرفته و بایستی در این جهان بگونه‌ای با نیروی پارسایی و خداشناسی زندگی کند که هنگامی که از دایره روزگار رهایی یافت، فروهر پاکش به بهشت جاودان که جای اشوان یا پارسایان و پاکان و سراسر فروغ و روشنایی است راه یابد. 6. دو رشته پیوسته به چنبر میان نمودار دو نیروی سپنتامینو و انگرمینو است، خیر و شر، که در نهاد هر کس سرشته شده و پایه آفرینش بران استوار است و انسان همیشه با این دو نیروی خوبی و بدی روبرو است.
و هر کس باید بکوشد نیروی انگر مینو را پشت سر گذارده و نیروی سپنتا نیرو را به پیش برده تا نیروی نیکی یا خیر بر نیروی بدی یا اهریمنی و شر پیروز گردد. 7. قسمت زیرین نگاره فربهر که دامن مانند و دارای 3 طبقه است، نشان آن است که آدمی بایستی پیوسته بداندیشی، وشمت، بدگفتاری، دوجوخت و بدکرداری، دورورشت را به زیر افکنده، پست و زبون سازد و به یاری بالهای گشاده اندیشه نیک، هومت و گفتار نیک، هوخت و کردار نیک، هوشت به بالا به سوی سربلندی و سروری و پیشرفت پرواز نماید. بچه ها درود و بدرود، به امید دیدار در ایران آزاد.